سلام امیدوارم حالتون خوب باشه همه چیز رو راه باشه خیلی خوش اومدید به فصل اول از آموزش آمادگی برای آزمون دولینگو این پکیج آموزشی با همکاری مجموعه فرادرس تهیه و تدوین شده من مجید حاتمی هستم مدرس و مترجم زبان انگلیسی و مدرس دوره های آمادگی برای آزمون های زبان داخلی و بینون بلدی. من قصد دارم توی این فصل در رابطه با ساختار کلی آزمون دولینگو مطالبی رو خدمتتون ارز کنم قلم و کاغذ همراه داشته باشید. الان که دارم با شما صحبت میکنم ماه آوریل سال 2022 هست این آزمون یک ساعت است و به صورت تمام الکترونیکی برگزار میشه آنلاینه در رابطه با مهارت زبانی که مورد ارزیابی قرار میگیره هم مهارت های پروداکتیو یعنی رایتینگ سپیکینگ هم مهارت های یعنی لیسنینگ ریدینگ مورد ارزیابی سنجش قرار میگیره این رو به خاطر داشته باشین که ما یه سری ساب سکیلز هم داریم توی این آزمون که ما بهش میرسیم و تیپ های مختلف سوالات این آزمون به همراه فراوانی و تعددشون رو طی جلسات بعد خدمتتون عرض میکنم و تمرین خواهیم داشت اما کدوم از دانشگاه ها نمره این آزمون رو قبول میکنن و من چه نمره‌ای قراره بگیرم قبل از هر چیز ازت خواهش میکنم حتما وارد سایت دولینگو حساب کاربری تو فعال کن یعنی یه یوزرنیم پسورد حتما داشته باش و فعالش کن و وقتی که وارد سایت میشی یه قسمتی هست که به شما این امکان رو میده پی دی اف راهنمای شرکت در این آزمون رو دانلود کن این پی دی اف رو مطالعه میکنی قبل از اینکه بخوای بری آزمون رو بدی و با آخرین تغییراتی که اعمال شده آشنا میشی همونجوری که خدمتت ارز کردم آزمون به صورت تمام الکترونیک هستش آنلاینه هر جا و هر زمان که اراده کنی میتونی این آزمون رو بدی رزرو میکنی این بخشی از همون راهنمایی که خدمت شما گفتم حالا بدونید که بسیاری از مراکز آموزشی کالج ها و دانشگاه نمره این آزمون رو قبول میکنن حالا دو حالت داره یا با وکیلتون مشورت میکنید در رابطه با این نمره یا وارد سایت دانشگاه مورد نظرتون میشین اون قسمت مدارک تحصیلی حتما یه بخشیش مدرک زبانه خوب مطالعه کن ببین که چه آزمونی رو دانشگاه شما میپذیره و با چه نمره ای یه راه دیگه اینه که وارد سایت englishtest.duolingo.com بشی این بخش institution رو انتخاب میکنی و این بخش who accepts the test این گزینه رو انتخاب میکنیم. این رو هم ببین من بعدا به پرکتیس Free خواهم رسید و توضیحاتی دارم پس من وارد سایت میشم اینستیتوشن و اکسپت تست اگه این رو کلیک کنم یه همچین فضایی رو برای من به نمایش میذاره یه موتور چی هست میتونم عنوان دانشگاه نام دانشگاه رو اینجا تایپ کنم دانشگاه مورد نظر خودم که میخوام برم ادامه تحصیل بدم یه فیلتر هم داره که مقاطع تحصیلی رو گفته مقطع تحصیلی فرض کنید لیسانس یا مقاطع بالاتر به صورت پیش اسامی دانشگاه ها و مکانشون رو هم میتونم اینجا ببینم چه بسا از بین این دانشگاه ها بتونم انتخاب کنم پس دیگه الان مشخص شد که ببینم دانشگاه مورد نظر من نمره دولینگو رو قبول داره یا نه این نمره چی هستش با چند بشم تا این پذیرش صورت بگیره بعد از دو روز کاری به شما ایمیلی زده میشه توی اون ایمیل به شما گفته وارد حساب کاربریتون بشین کارامتون در دسترس هستش توی کارنامه شما دو تا مطلب میبینید اورال سکور رو میبینید نمره کلیتون رو میبینید و ساب سکورز که ریتریسی کنورسییشن کمپریهنشن پروداکشن به صورت تفکیک شده برای شما به نمایش در میاد این نمره خیلی خوبه که بدونید که منطبق هست بر جدول CFR یعنی چی؟ از همین حالا شما باید سطحتون رو بدونید آیا سطحتون فاندامنتال A1A2 اینترمدیت هستین B1B2 یا ادوانس هستین C1C2 بر اساس این سطح بندی که خدمت شما گفتم میتونید نمره دولینگوتون رو از همین حالا تخمین بزنید مثلا من که میدونم اینترمدیت هم پس یه چیزی بین 60 میگیرم تا کجا تا 115 حدوداً یه راه دیگه هست که همون پرکتیس فری هست که به شما نشون دادم تو سایت دولینگو میرید یه آزمون آزمایشی آزمون ماک میدین و حداقل یه پلیسمنت تست خوبیه که الان کجا هستین به شما یه گرا میده مثلا میگه که شما الان 55 حدودا از مزایای این پرکتیس فری اینه که هر تعداد دفعاتی که بخواید آزمون تمرینی به اصطلاح شرکت کنید من این ندارید محدودیتی ندارید از معایبش اینه که آزمون اصلی شما یک ساعته این آزمون یه روبه بنابراین بسیاری از تیپ سوال ها رو شما اینجا توی آزمون تمرینی نخواهید دید و پوشش نمیده ولی خب به شما یه گرامیده. میده الان 55 و پنجی مثلا و دانشگاه شما مثلا نمره 120 رو میخواد حالا برای اینکه شما خودتون رو به این نمره برسونید متوجه میشید چقدر باید زمان و انرژی بذاری. من یه مقایسه ای هم داشته باشم بین دوتا آزمون توفل تست آیلتس و دولینگو میدونی که توفل یا بعد جی ای توی کشور آمریکا بسیاری از دانشگاه های آمریکا روی این آزمون مانور میدن کشورهای اروپایی آیلتس رو بیشتر اکثرا نمیگم همه اکثرا نمره آیلتس رو پیشنهاد میکنن که بچه‌ها بدن هر چهار تا مهارت هم گرفته میشه فقط فرقش اینه که توی آیلتس به صورت شخصی یه شخص اگزمینر روبروی شما میشینه و مصاحبه از شما میگیره مدتش 11 تا 15 دقیقه است توی آزمون دولینگو این مهارت ها رو که میبینید به صورت تفکیک شده ما اینجا داریم اینجا به صورت تلفیقی ارائه میشه توی دولینگو یعنی یه تسک مثلا دقیقه اول لیسینینگ سری عوض میشه دقیقه بعد ریدینگ بعد پشتبندش ممکنه ریدینگ تکرار شه بعد سپیکینگ هم تنوع هم تعدد و هم جابجا جا شدن تسکا میتونه یه مقدار برای شما چالش ایجاد بکنه نیاز به تمرینه پس این بخش رو به عنوان یه نکته در نظر بگیر که آزمون دولینگو یه آزمون تلفیقیه و تفکیک شده نیست باز یه مثال برات بزنم وقتی من میرم سر کلاس سر آزمون آیلز میشینم انتظار دارم از کجا شروع بشه از لیسینی آزمون رو میدم بعد ریدینگ شروع میشه شروع میکنم یک ساعته اینا رو میدونم بعد رایتینگ و بعد سپیکینگ ولی توی دولینگو تلفیق ایناست تو دقیقا نمیدونی دو دقیقه بعد چی ازت میخوان بپرسن شاید دو مرتبه لیسنینگ تکرار بشه شاید دو مرتبه سپیکینگ تکرار بشه اینه که میخواستم روشن بشی منظور من از این از اینکه که میگم آزمون دولینگو تلفیقی ترکیبیه به چه معنیه نمراتم هم که دونستیم آزمون دولینگو 10 تا 160 میشی توی توفل تست بین 0 تا 120 و آیلتس 0 تا نو. دوستان من پاش میکنم حتما وارد سایت شو حساب کاربری تو فعال کن و اون پی دی افی که خدمتت گفتم راهنمای شرکت در آزمون رو مطالعه کن این قدم اول ماست امیدوارم که با من همراه باشی تا انتها و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه بعد خدا نگه دارید. من قراره که نما و شمای کلی آزمون و تیپ سوالاتی که در اختیار شما قرار داده میشه رو با شما به بحث بذارم. توی جلسه گذشته در رابطه با زمان بندی آزمون صحبت کردیم آزمون دولینگو آزمون 60 دقیقه هست درجه سختی سوالات خیلی ارتباط مستقیمی داره با دانش زبانی شما بنابراین اگر در طول آزمون احساس کردی سوالات داره سختتر و سختتر میشه بدون که داری عملکرد خوبی از خودت به نمایش میذاری در رابطه با تنوع سوالات تیپ سوالات و فراوانی و تعدد اون سوالات من خدمتون مطالبی رو به اشتراک میذارم امیدوارم که بهره کافی رو ببرید در رابطه با تیپ سوالی که به صفحه نمایشگرتون روز آزمون خواهید دید میبینید که مثلا فلیند بلانکس داریم یه yes, داریم واژه رو باید از ناواژه تشخیص بدی آیدنتिफाई ایمیج داریم سر این من مواردی رو باید خدمتتون عرض کنم دیکتیشن هست ریدل هست جمله برای شما در قرار بلند بخونی البته در کنار این به اصطلاح مهارت های چهارگانه ای که معرف حضورتون هست یه سری ساب هم هست که توی این آزمون خواهید دید به احتمال زیاد توی آزمون های دیگه ندیدین همچین تیپ سوالات ما آزمون دولینگو رو میدیم که یا مهاجرت کنیم یا ادامه تحصیل بدیم به اون دانشگاه حق بدیم که مهارت های پروداکتیو یعنی سپیکینگ و رایتینگ هم براش مهم باشه من میرم اون دانشگاه یا قرار ارائه داشته باشم به زبان انگلیسی یا باید مقاله بنویسم ما سپیکینگ سمپل و رایتینگ سمپلمون توی آزمون اصلی نمره داده نمیشه ولی مستقیما برای دانشگاهی که ما میخوایم اقدام کنیم اپلای کنیم ارسال میشه بنابراین استاد شما خواهد دید که شما چطور استدلال میکنید حالا یا به گفتار یا به نوشتار چطور تحلیل میکنی این بخش خیلی مهمه روز آزمون من با چه مواردی مواجه میشم صفحه نمایش شما به این شکله هم من به اصطلاح ثانیه شمارم رو میبینم هم اینستراکشن یا صورت سوال رو مطالعه میکنه و تا پایانی پاسخ دادن به اون سوال این صورت سوال برداشته نمیشه تصویر خودم رو میبینم و بعد از اینکه سوال رو به خوبی پاسخ دادم میتونم دکمه نکست رو بزنم و سوال بعدی برای من به نمایش در بیاد من در رابطه با روز آزمون آماده کردن محیط میتونه دفتر کارتون باشه اتاقتون باشه هر ساعتی باشه مواردی رو خدمتون ارز میکنم خیلی مهمه و حیفه اگر ندونید و صحبن کاری بکنید که آزمونتون این ولید بشه و مجدد باید آزمون رو بدین مبلغ پرداخت بشه دو مرتبه مثلا تصور کنید که سرتون برگرده از این کادر خارج بشه حتما تقلب محسوب میشه دوستانی موقع پاسخ دادن به سوالات مثلا بالا رو نگاه میکنن سقف رو نگاه میکنن تقلب محسوب میشه بعضی عادت دارن جمله رو زمزمه کنن هر آن چیزی که دارن جواب میدن چه به فارسی چه به انگلیسی تقلب محسوب میشه مجدد باید آزمون رو بدید. اگر روی گوشتون چیزی باشه مثل هندز فری هدست مجددا تقلب محسوب میشه دفتر کاغذتون رو از روی میز بردارید حتما که حتی نوت برداری هم موجب میشه که شما دو مرتبه آزمون رو بدید این نکاتی هست که من به فراخور اینکه مطالبی رو لابلای به اصطلاح مطالبی که خدمتتون عرض می‌کنم خدمتتون تکرار میکنم خیلی مهمه خیلی ساده ممکنه آزمون شما لغو بشه بریم سراغ اینکه چه تیپ سوالاتی رو می‌بینید دوستان من الان من فقط دارم تاکید میکنم روی تیپ سوالات همین در رابطه با تمرین و استراتژی که شما باید داشته باشی شما قراره برای هر تیپ سوال یه استراتژی داشته باشید اگر آمادگی برای اون نوع سوال رو نداشته باشی برای پاسخ دادن به اون سوال یه مقدار اذیت میشی زمان آزمون پس خودتو آماده کن برای اینکه یه همچین تیپ سوالی رو ببینی مثلا فیلند بلانکس یه پاراگرافی رو شما خواهید دید بعضی از واژگانش برای شما حذف شده شما باید حدس بزنی که اون واژه چی میتونه باشه من اینجا مثلا ایت رو دارم اینجا چی میتونه باشه میگم بعد از ایت تو بی میاد بنابراین ایز رو بکار کار بعد از next چی پریپوزیشن یا حرف اضافه next میخوام بگم جنب جایی میگم next to پس اینجا میذارم تو در رابطه با اینکه چه جوری من باید به اینها پاسخ بدم من توی فصل مربوطه حتما نکاتی رو خدمت شما عرض میکنم این نباید فقط میخوام تیپ سوال رو ببینی درک کنی خیلی وقتا کنار هم قرار گرفتن واژه ها خودش به من کمک میکنه اینجا میگم دریاچه پارک و چی احتمالا راجع به کوه دشت یه همچین چیزایی باید کلمه بعدی باشه دیگه اگرم یادم نیمد گاهی وقتا تکرار من دارم میرم جلوتر میرم عقبتر میبینم آها مثلا در مورد رودخونه میسیسیپی گفته اینجا به احتمال زیاد من میتونم ریور رو بزنم به همین سادگی هم ساده است هم اگه تمرین نداشته باشم میتونه سخت باشه این شد چی فلیند بلکس یه تیپ سوال دیگه اینه که من واژه رو از ناواژه تشخیص بدم توی صورت سوال هم گفته حالا منظور از ریل English Words چیه یعنی واجه های واقعی یعنی واجه هایی که توی فرهنگ لغت ثبت و درج شده ما واژه لاست رو انتخاب کنیم مثلا واژه رود رو انتخاب کنیم چون توی دیکشنری هست بایسیکل رو انتخاب کنیم سختی کار کجاست گاهی وقتا شما رو به مغلطه میندازن واژه ای رو میارن که مثلا توی فارسی من برات مثال بزنم ما بهرام داریم ولی کهرام نداریم توی فرهنگ لغت ما کهرام ثبت نشده فعلا پس من بهرام رو انتخاب میکنم گاهی وقتا سپلینگ اذیت کننده میشه یعنی واژه درسته ولی سپلینگش غلطه این هم ممکنه درد ساز باشه مثلا نگاه کن حالا بر اساس اون مورد اول که به فارسی مثال زدیم توکن داریم ولی هوکن که دیگه نداریم اون واجه که واقعی هستن رو روشون کلیک میکنیم اگه کلیک کنم توی آزمون اصلی رنگ این باکس تغییر میکنه به معنی این که من سلکتش کردم انتخابش کردم اگر به اشتباه انتخاب کرده باشم میخوام برگردم دو مرتبه روش کلیک میکنم یه جورایی دی میشه از حالت انتخاب خارج میشه کارم که انجام دادم میزنم گزینه نیست احتمالا پرسی آقای هاتمی از کجا بدونم که همه واژه رو انتخاب کردم یا چند تا واژه واقعی توی هر سوال از من پرسیده میشه خیلی خیلی واقعا این پاسخش سخته شناوره الان این سوال ممکنه توش سه تا یا پنج تا باشه هیچ کس نمیدونه من پیشنهادم اینه که دایره واژگانت رو ببری بالا این خیلی به شما میتونه کمک کنه و با اعتماد به نفس اون واژههایی که به نظرت واقعیه رو انتخاب میکنی به اون واژههایی که به نظرت میرسه که تا حالا ندیدیشون کنار میذاری و انتخابشون نمیکنی و میزنی گزینه نیست یه همچین سوالی رو ما به صورت شنیداری هم داریم شاید برات جالب باشه همین یه yes, نو به صورت شنیداری پس من این علامت اسپیکر یا بلنگو رو کلیک میکنم هر تعداد دفعات که بخوام میتونم کلیک کنم ولی یه نیم نگاهی هم به زمانتون داشته باشی. واژه که واقعی بود توی فرهنگ لغت بود رو تیک میزنم اگر الان آزمون اصلی بود این علامت رو میزدم این مثلا سبز رنگ میشد علامتش تغییر میکنه اشتباه کردم دو مرتبه روش کلیک میکنم دی سلکت میشه از حالت انتخاب در میاد و مجدد برای همه واژه همین حرکت رو ادامه میدم و گزینه نکست رو میزنم حتما زمان بخرید جواب بدین حالا من در مورد استراتژی ها باتون صحبت دارم فقط آشنا شو با Yes No Vocabulary. یه تیپ سوال دیگه یه جمله یه استیتمنت سنتنس برای شما پخش میشه هر آن چیزی که شنیدین شما قراره تایپ کنید اینجا من میتونم رو علامت اسپیکر کلیک کنم ولی متاسفانه سه مرتبه در کل بیشتر برای شما این جمله پخش نمیشه یه بار که پخش شد الان مثلا دو دفعه دیگه بیشتر نمونده باز هم در رابطه با نحوه پاسخ دادن به این نوع سوال مطالبی رو توی جلسات بعد خدمتون عرض میکنم تو فصل مربوطه یه جمله برای شما به نمایش در میاد این دیگه تیپ سوال رید من باید به صورت نچرال نه خیلی کند روباتیک به اصطلاح نه خیلی تند جمله رو بخونم من هچ پچ نمی کنم I want be certain that they've understood me. بعد دکمه نکست رو میزنم پس این اول رکورد میکنم وقتی که ضبط شد دکمه نکست رو میزنم یا ضبط که شد ثانیه شمار که تموم شد خودش میره سوال بعد پس این شد read aloud جمله رو میبینم بدون اینکه زمزمه کنم توی ذهنم یه با آرامش جمله رو نگاه میکنم با توجه به علائم نگاریشی مثلا این سوالی نبود پول استاپ داره نقطه داره با توجه به علائم نگارشی تنظیم میکنم و مواردی همه واژگان رو باید حتما تلفظ کنید به پرونانسیشن تلفظ و اینونیشن آهنگ جمله حتما دقت کنید و میزنید میرید برای پاسخ دادن به سوال بعد توی بخش رایتینگ یه تصویری برای شما به نمایش در انتظار میره که شما بین یک تا چند جمله تصویر رو توصیف کنید دیسکرایب کنید تصویر رو میبینم بسیاری از تصاویر دوستان من شاید اصلا ایده نداشته باشی من کمکت میکنم توی این پکیج آموزشی که هر آن چیزی که میبینی بهترین خودت باشی در نهایت توصیف کنی و این سوال رو هم جواب بدی همین تیپ سوال توی بخش سپیکینگ هم از شما پرسیده میشه حداقل سی ثانیه فرصت داری تصویری که میبینی رو توصیف کنی توصیف شما ضبط میشه تا وقتی که سی ثانیه تمام نشده باشه حد اقل دیگه وقتی دارم میگم حد اقل سی ثانیه یعنی اگر کسی تو سی ثانیه اینو توصیف کرد حداقل نمره رو هم میگیره یا توی 90 ثانیه به خوبی این رو پاسخ بدی صحبت کنی و به محض اینکه ضبط شد دکمه نکست رو بزنی حالا اگه من دارم حرف میزنم دستم به نکست بخوره قاعدتا توی ضبط اختلال به وجود میاد و صحبت شما نیمه ضبط میشه و میری سوال بعد پس با تیب خاطر با اعتماد به نفس و آرامش سعی کن که به این سوال پاسخ بدی باز هم در رابطه با استراتژی ها و ترفند های پاسخ دهی به این تیپ سوال مواردی رو خدمتون عرض میکنم با شما به اشتراک میذارم یه تیپ سوال دیگه توی رایتینگ هست یه کیو یا پرامپت یه سوال برای شما به نمایش در میاد دوستان من این نمیره خوشبختانه نکات ریزیه ها ولی توی آزمون های داخلی خودمون بعضی وقتا همچین مشکلاتی رو ما داریم یعنی صورت سوال برداشته میشه به همین سادگی شما وقتی دارید به این سوال پاسخ میدین در بخش رایتینگ سوال برداشته نمیشه با خیال راحت نگاش کن و حداقل 50 تا لغت در رابطه با این سوال بنویس اگر من 50 تا لغت بنویسم حداقل نمره رو میگیرم پس تو این پکیج آموزشی کمکتون میکنم خیلی بیشتر از 50 لغت توی تمام که برای شما قرار دادن بنویس. اینجا یه ورد اکاونت داری و به تعداد واجه هایی که شما داری پاسخ میدی اینجا شمارشگر فعال میشه و وقتی سوال رو جواب دادی باز هم توی این پکیج آموزشی به شما کمک میکنم که حتما پروف ریدینگ داشته باشی یه وقتی هم داشته باشی اون چیزی که نوشتی رو یه بار بخونی مطمئن که شدی از گرامر انتخاب واژگانت و میزنی گزینه نکست و میری سراغ سوال بعد یک کیو کارت یا پرامپت برای شما به نمایش در میاد قراره که شما این بخش رو بخونی بدونی که میگم زمزمه کنی حد اقل سی ثانیه یا حد اکثر نوت ثانیه راجع به این صحبت کنی این هم بخش باز سپیکینگ یه سوالی این بار برای شما پخش میشه شما گوش میکنی اگر متوجه نشدم دوباره دیگه گوش کنی در مجموع من میتونم یک سوالو سه بار گوش میکنم درک میکنم و پاسخ میدم ضبط میشه هر وقت صحبتم تموم شد یعنی بیشتر از قاعدتا سی ثانیه و حداکثر اکثر 90 ثانیه نان گزینه نکست رو میزنم بدون وقفه با شما صحبت خودتون رو داشته باشین توی فصل مربوطه خدمتون میگم این ام MM ام کردنا مکس کردنا آزار دهنده است از نمرتون کم میکنه ما یاد میگیریم که چجوری این گپ فیلرها چی هن؟ چی به ما کمک میکنه که هم وقت بخریم هم به سوال پاسخ بدیم یه قسمتی هست که سپیکینگ سمپل برای شما یه موضوعی رو به نمایش در میارن شما توی سه دقیقه باید استدلال خودت رو بگی تحلیل خودت رو بگی نمره داده نمیشه توی کارنامه به شدت مهمه وقتی میگم نمره داده نمیشه امیدوارم یه بار منفی نداشته باشه که بچه ها بی خیال حتما این قسمت برای استادی که میخواد مصاحبه ای از شما داشته باشه ببینه دانشجوی آیندهش چجوری صحبت میکنه سطح زبان شما اینجا هم سنجیده میشه بنابراین امیدوارم که خیلی خیلی جدی بگیرید همین بخش توی بخش رایتینگ هم هست همین استدلال رو تحلیل رو برای کسی که میخواد دانشجو بشه انتظار میره که قدرت بیان خوبی هم داشته باشه قدرت نگارش خوبی هم داشته باشه سوال برای شما به نمایش در میاد سوال خوب میخونی و شروع میکنی به نوشتن در مورد نحوه پاراگراف نویسی هم حتما اینجا خیلی به شما کمک میکنه و امیدوارم که بهره کافی رو ببرید یه بخشی هست بهش میگیم identify ایمیج. ظرف یه تصویری برای شما به نمایش در تو صفحه نمایشگرتون سه ثانیه فرصت داری که ببینی اون ای که برای شما به نمایش در اومده چیه مثلا چکش سه ثانیه فرصت داری بگی که چی میبینی میگم همر مثلا ویولون میگم ویولین سه ثانیه در رابطه با تعدد این تیپ سوالات. read and complete سه تا هفت مرتبه این سوال رو میبینیم یعنی به صورت متوسط شش بار این تیپ سوال رو میبینی واژه رو باید از نواژه هم تشخیص بدی چه بخش به اصطلاح دیداریش چه بخش شنیداریش شش بار این رو میبینی حالا ممکنه هر شش بار پشت سر هم تکرار بشه یا نه توی 60 دقیقه توی فواصل زمانی مشخصی این تکرار میشه لیسن اند سلکت رو داریم که واژه از نواژه بود لیسن تایپ هر چیزی که اون سینتز یا استیتمنت رو هایت میکنید، باز هم 6 مرتبه تکرار میشه، رید آود متوسط 6 مرتبه تکرار میشه، بین 3 تا 7 مرتبه. این بسته به عملکرد شماست. میخوان سطح زبانی دانش زبانی شما رو بسنجن دیگه. رایت ابوت د فولو 3 مرتبه، اسپیک ابوت د فولو 1 مرتبه، رید دن رایت 1 مرتبه، رید دن اسپیک 2 مرتبه، لیسن دن اسپیک 1 مرتبه. و سمپل هایی که برای شما به نمایش در میاد نمره داده نمیشه یک مرتبه توصیه اکید دارم که وارد سایت بشین پرکتیس فری برای شما فعاله هر تعداد دفعات که بخواید میتونید تمرین داشته باشین به صورت رایگان اشکالش اینه که همه تیپ سوالات رو در بر نمیگیره این اواخر هم یه بخشایی رو اضافه کرده توی پرکتیس فری هست توی آزمون اصلی نیست چرا احتمال میدم که دولینگو قصد داره بعدها یه تیپ سوالاتی رو اضافه کنه و احتمالا شاید هم تغییراتی توی همین تیپ سوالاتی که با هم مورد مرور داشتیم بده سپیکینگ نیست حتما اگر داری به صورت خودخان خودتو آماده میکنی یه منتر داشته باشی یه مدرسی باشه که اشکالات شما رو بگیره پس من خوبه که پرکتیس فیل رو بزنم ریتم پاسخدهی به سوالات دستتون میاد ولی رایتینگ شما رو کسی نمیکنه رو کسی نمیکنه توی فصل گذشته ما در رابطه با ساختار کلی آزمون دولینگو و اینکه چه سوالاتی احتمال داره که مطرح بشه مطالبی رو خدمتون عرض کردیم توی این فصل من بنا دارم در رابطه با تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای این آزمون مطالبی رو با شما به اشتراک بذارم این کارها رو باید قبل از آزمون انجام بدیم بنابراین من قبل از اینکه اسلایدر رو به نمایش بذارم ازتون میخوام که حتما مطمئن بشین که راهنمای آزمون رو دانلود کردین که به صورت پی دی افه. من بخشی از اون راهنما رو آوردم اینجا از الزامات میگه الزامات شرکت در این آزمون و مکانی که دارید آماده سازی میکنید که این آزمون رو بدید چه چیزایی من نیاز دارم لازمه که حتما پاسپورت یا کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید. اتاقی که انتخاب میکنید که اون آزمون رو بدین، باید ساکت باشه و نور کافی داشته باشه. منظورم از نور متعارف دوستان من اینه که در طول آزمون شما توی یک کادری چهره خودتون رو خواهید دید. باید چهرهتون به خوبی نمایان باشه و اگر اتاق تیره و تار باشه مسلما چهرهتون تاریک به نظر میاد و تخلف محسوب میشه اینترنت پرسرعت باید داشته باشین آزمون شما تمام الکترونیکی هستش و اینترنت پرسرعت میطلبه اگر احیانا نگران این هستین که مثلا وایفایتون نوسان داره یا هات اسپات کردن باعث ایجاد نوسان میشه حتما پرهیز کنید کابل بزنید به لپتاپتون لپتاپ و کامپیوتری که استفاده می کنی ترجیحاً لپتاپ سپیکر و مایکروفون داشته باشه و وبکمتون سالم باشه که چهرهتون رو نمایش بده بهتون میگم چرا سپیکر و مایکروفون به اسلایدهای بعدی در رابطه با موارد جزئی تر با شما صحبت می آزمونی که میخوایم بدین یک ساعت است تمام الکترونیکی هم هست نیاز هست که شما اتاقی که انتخاب می اتاقی باشه که ساکت باشه یه نکته ای هست که گاهی پیش میاد شما تو یک ساعت تنها هستین اتاقتون هم ساکته ولی یه سری عاداتی هست که سر امتحانات دیگه دارید مثلا از دانشوی خود من هست نوت بر وقتی میخواد به یه سوالی پاسخ بده مثلا برین استورمینگ داره طوفان ذهنی داره از از پترنا واژه ها یادش میکنه که یادش نره و بگه مثلا قسمت دوم آزمون سپیکینگ آیلز شما امکان نوت برداری دارید توی آزمون دولینگو نداری بعضی عادت دارن بلند بلند فکر میکنن تخلف محسوب میشه توی آزمون دولیگو لطفا تمرین داشته باشین که هر استراتژی که میخواین برای هر سوال خرج کنید تماما به صورت ذهنی باشه پس صحبت کردن ولو با خودتون تخلف محسوب میشه گوش شما باید مشخص باشه با هدفون و هدسه نباید بپوشونید یا هر وسیله الکترونیکی دیگه که داخل گوشتون دیده بشه مجددا تخلف محسوب میشه نمرتون رو به راحتی از دست میدید از عادات بد اینه که چهرهتون رو بپوشونید در حال فکر کردن دست رو بذارید روی صورت و چشمانتون باز مجدد تخلف محسوب میشه بیام یه خورده باشیم. تر اون باشی. کادری که چهره شما در طول آزمون به نمایش در میاد گوش سمت راست اگر من به چپ و راستم نگاه کنم به بالا نگاه کنم به پایین نگاه کنم مثلا فرض کنید میخوام چیزی رو از رو زمین بردارم حالا من جلوتر میگم اصلا قرار نیست روی میز شما چیزی باشه اما از موبایل قلم کاغذ همه اینا به محض اینکه از کادر خارج بشین به هر دلیل تخلف محسوب میشه تقلب نمرتون اینولید میشه و مجدد باید آزمون بدید پس ترجیح اینه که برای اینکه آمادگی اینو داشته باشین موبایلتون رو خاموش میکنید کلا از روی میز بر میدارید دفترچه یادداشت برگه کاغذ چک نویس همه اینا از روی میز برداشته بشه شما صرفا باید به وبکمتون و به سوال نگاه کنید یک ساعته ممکنه یه قدری سخت باشه ولی با تمرین شدنی این هم از مواردیه که تا الان که دارم با شما صحبت میکنم جزو الزامات این آزمون هستش طبیعتا این آزمون رو که دارید میدین به هیچ وجه نباید ترک کنید صندلیتون رو به اطرافم که طبیعتا نگاه نمی کنید. همین که من عادت کنم به وب کم و به صورت سوال نگاه کنم کفایت میکنه عادت خوبیه نه خیلی دولا میشم موقعی تایپ کردن نه موقعی فکر کردن به چپ و راستم نگاه میکنم چند تا تمرین که داشته باشی اینا همه نهادی نمیشه در شما اگر احیانا تقلبی صورت بگیره چه اتفاقی میفته بدیهیه که هزینه شرکت توی آزمون به شما پس داده نمیشه و عدم تایید میخوره نتیجه آزمونتون به شما ایمیل زده میشه و این ولید اعلام میشه که آزمونتون رو مجدد باید بدین توی روز و ساعت دیگه ممکنه که بسته به نوع تخلف نتیجه آزمونهای قبلی شما هم لغو بشه این نکته منفی توی سابقه شما به حساب میاد و حتی ممکنه در آزمون های آتی هم جلوگیری بشه از شما که بخواید توی آزمون اصلا شرکت بکنید ترجیح اینه که یک راهنما رو قبل از اینکه این آزمون رو بدین خوب مطالعه کنید این آزمون دوستان من چون الکترونیکیه یه تغییراتش نسبت به آزمون های مثل آیلس و کوفل تست تغییراتش بیشتره این نباید باعث بشه که من بگم که من نمیدونستم قبل از اینکه من آزمون رو بدم راهنما رو مطالعه میکنم و بعد از اینکه راهنما رو مطالعه کردین قبل از اینکه بخواین آزمون رو بدین حتما تمرین خواهید داشت توی این تمرین ها شما عادت میکنید که یک ساعت به شیوه که آزمون از شما خواسته خودتون رو آماده کنید اتاقتون رو آماده کنید و این آزمون رو به خوبی بدید توی جلسات بعد ما میریم تیپ های مختلف و متنوع این آزمون رو با همدیگه کار میکنیم خیلی تو ذهنت باشه که برای هر تیپ سوال باید استراتژی داشته باشی. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به فصل دوم تکمیل حروف جا کلمات. قرار شد برای هر تیپ سوال ما یه استراتژی داشته باشیم. این نوع سوالی که امروز با هم کار میکنیم فیلند بلانکس یا سی تست هست. بریم ببینیم راهکار پاسخ دادن به این سوال به چه شکله. در رابطه با فرکانسی و تعداد دفعاتی که این نوع سوال رو شما در طول 60 دقیقه آزمون دولینگو خواهید دید باید بگم که بین 3 تا 7 بار این تیپ سوال رو میبینید توی آزمون دولینگو به صورت میانگین شیش بار شما این نوع سوالو رو خواهید دید و چیزی که مهمه اینه که تعداد کمی نیست برای هر سوالی هم که برای شما به نمایش در میاد سه دقیقه فرصت داریم تا به سوال پاسخ بدید این سوال به این شکل که یه پاراگراف که شامل 100 واژه است برای شما به نمایش در میاد بعضی از حروف میست شده و شما نمیبینید باید حس بزنید که اون کلمه چیه و کلمه رو تکمیل کنید با توجه به قبل و بعد کلمات این پاراگراف موضوعش میتونه دانشگاهی یا کلی باشه یه موضوع کلی بنابراین دانش زبانی در کنار تجربیات شما کمکتون میکنه تا به سؤال پاسخ بدید حرف اول برای هر واژه به نمایش در میاد این خیلی میتونه به شما کمک میکنه جلوتر براتون میگم چرا نشون دادن حرف اول چقدر میتونه کمک باشه براتون و در نهایت اینکه مهارت ریدینگ و رایتینگ و ریدینگ کمپریشن شما مورد ارزیابی قرار میگیره یه نمونه براتون آوردم زمان سنج یا ثانیه شمار و اینستراکشن سوال تا پایان پاسخ دادن برای شما به نمایش در میاد. چیزی نیست که بخواین حفظ کنید که چقدر وقت دارم یا باید چیکار کنم الان دقیقا به شما میگه که چیکار کنید بعضی از کلمات رو میبینید کامل نیست و قرار حروفش رو حس بزنید که اون کلمه چیه و حروفش رو به درستی بنویسیم وقتی که کلمات رو من کلیک میکنم و میزنم میتونم پر کنم اگر اشتباه بود بک اسپیس میزنم وقتی کارم تموم شد حتما یه روفریدینگ دارم چک میکنم حتما مخصوصا در رابطه با زمان دستوری و بعد گزینه نکست رو میزنم که بریم سراغ سوال بعد جالبه ممکنه همین سوال تکرار بشه پس شما آمادگی اینو داشته باشین که مینیموم سه بار ماکسیموم هفت بار این تیپ سوال رو ببینید اما راهکار ما برای جواب دادن به بلیند بلانکس چیه؟ من ازتون خواهش میکنم که کل متن رو نخونید فقط سکیم کنید منظورم از سکیم کردن اینه که اولین خط و آخرین خط پاراگراف رو مطالعه کنید تا واژگان موضوعی اون پاراگراف به خصوص برای شما تو ذهنتون فعال بشه مثلا واژگان مربوط به دایت واژگان مربوط به انوارمنت محیط زیست توی ذهن شما ناخداگاه فعال میشه شما آمادگی اینو دارید که متوجه باشین که کدوم کلمات سپلینگشون به چه شکل و حدس کلمه بزنید. املایی که به کار میبرید املای امریکن هستش. اینجا دانش دستور زبان و دیسکورس مارکرا کوهسیو دیوایسز ها همه این هایی که به شما کمک میکنه متن شما به هم پیوسته باشه بهتون کمک میکنه که بدونید که اینجا کلمه به خصوص چی هست و حدس کلمه ابتدای کار حدس کلمه داشته باشین و بعد بتونید حروفی که جا افتاده رو به درستی پر کنید دوستان من جمع یا مفرد بودن زمان دستوری معلوم و مجهول بودن خیلی مهمه بنابراین این که میگم یه وقتی که همه رو جواب دادین اگر فرصتی بود یعنی حتما باید تمرین شما به شکلی باشه که فرصتی باشه برای اینکه برگردید و یه چک نهایی داشته باشید خیلی به شما کمک میکنه که اصلاح کنید اگر لازمه جمع ببندید خیلی از واجه ها هست که جمعشون و مفردشون تعداد حروفشون یکیه ولی یه حرفشون تغییر میکنه مثلا woman women یا من من این باعث نشه که به درستی پاسخ دادی فقط جمع مفرد بودن حواستون نبود زمان دستوری آیا باید گذشته به کار ببرم گذشته این فعل به خصوص به چه شک به کار میره معلوم و بودن به همین شک اما اینکه میگم حرف اول کلمات برای شما به نمایش در میاد دقیقا به چه کار میاد ازت خواهش میکنم این جمله رو بخونی دانشمندان معتقدند که مغز انسان فقط به ابتدا و انتهای کلمات توجه میکنه برای همینه که شما الان شیشتا کلمه اشتباه رو درست خوندی این به چه کار میاد شما اگه نگاه کلیتون دقیقا این همین اتفاق این پدیده ای که روانشناسان هست توی همه زبان ها اتفاق میفته دو فایند دی سیمپل تو آسون خوندن این متن شما اگه آسونه پس دانش زبانی شما انقدر خوب هست که متوجه باشی که به چه شکل مثلا این because اشتباه نوشته شده ولی درستش چی میتونه باشه حتی حدس حت کلمه بیکاز در اینجا یا انتها رو نگاه کن ابتدا و این حالت همپایه بهش داده دیگه این وی که اینجاست ابتدا و انتها چون من نیتی و زبان فارسی میدونم ابتدا و انتها با همدیگه به کار میده همین نکته به من کمک میکنه حالا من اینجا کلمه کلمه رو اشتباه نوشتم ولی اگر الف رو میذاشتم و مابقی حروف رو خط تیره میذاشتم میتونستم به کمک ابتدا و این به اصطلاح کوئسیو دیوایس اسمش هر چی که می‌خوایم بزنیم رب دهنده‌ای که به کمک شما میاد ساختارهای همپایه بسازین به کمک من میاد که به درستی حروف رو پر کنم حالا بیایم از این پدیده‌ای که تو ذهنمون اتفاق میفته کمک بگیریم برای پاسخ دادن فلیند بلانکس ببین این پاراگراف رو با همدیگه حل کنی میتونی پاس کنی و پاسخ تو چک کنی با من من گفتم یه yes, اسکیم داشته باشی یعنی من بدونم که ماجرا چیه این راجبه یه شهری داره صحبت میکنه عمدن اصلا اسم شهرم نمیگیم چون کپیتال لیترال معلومه که یه مکان دیگه مکان خاصه اسم خاص هستش و انتهای هم میخونم دست هم میاد که داره در مورد یه شهری صحبت میکنه جو مکانش مردمش فقط یه اسکی کردم همین حالا میرم سراغ من من میدونم بعد از پرنامه it چی میاد باید یه فعل تو بی بکار برم. it ایت ایز پریپوزیشن یا حرف اضافه next to میگم جنب کجا next to ادامه میدم اون یه قسمت هایی رو که میتونم رد کنم آر وقتی آر به این شکل میاد فعل میخوام احتمالا باید به صورت پسیو باشه میگه این شهرها رو دوقلو میگن بعد ادامه میده چرا آخرش آدر میبینم شهرهای دوقلو. پس میگم این و این میبینی بازم ساختار همپایه اسم دوتا شهر رو آورده آر کالد ال ای دی پس شهرهای دو خونده میشن اینجا بیکاز میخوام باز به اصطلاح رب ها به من کمک کرد دی تو بیش چی میشه آر دی آر رایت ان ای میبینم چی میتونه باشه بارها این تکرار میشه بذارید جلسه بعد نمونه های بیشتری از ماترنا رو براتون میارم ان ای -E رو که میاره میگه کجاست باید حس بزنم قبل یا بعد از این واژه رو نگاه کن اینجا نکست ما داشتیم تو رو اینجا از من گرفته بود حالا اینجا تو رو داده next تو از من میخواد next to other رو دارم each other چون کنار همه بهشون میگن شهرهای دوغلو اینجا is میخوام the big رو دارم پس حدس میزنم که بزرگترین میخواد بگی biggest city in تعداد نفراتم گفته with با 370 هزار نفر جمعیت people رو دارم w دارم میبینم میخوام بگم مردمی که که رو چجوری میگیم اینجا یاد relative pronoun ها زمایر ربطی میفتم where, when, which, what, who اینجا وو رو به کار میبرم به مردم داره اشاره میکنه people who live here enjoy اینجا تی رو میبینم بعد میگه دریاچه پارک و بازم جای خالی اگر متوجه نشدم قبل و بعدش رو میرم یه نگاه میکنم حتما کلمه ای میبینم که با R آی شروع بشه اینجا ریور میذارم یه واژه کم آوردم ساختار همپایه دارم هم پارت و سپیچ اینا باید یکی باشه هم مفرد و جمع بودنشون پارکس اند ریورز پس جمعه پس اون نکاتی که با هم دیگه مرور داشتیم به کمک من اومد اینجا رو چیکار کنم یه دونه تی دارم میتونم د بذارم د lakes دریاچه ها پارکس and rivers پس آرتیکل ها هم میتونه به کمک من بیاد خطاهای سپلینگ ما میخوایم ببینیم که کجاها اتفاق میفت ما یه سامت هایی داریم که اول مثلا تکی میاد و بعد دوتایی مثل process مثل disappoint recommend tomorrow professor necessary یا دوتایی بیاد اول سامت من consonant من و بعد تکی parallel به معنی موازی من دیگه تکرار نکنم گاهی وقتا من اکر رو دارم اگر به صورت مثلا فرض کنید محصول میخوام به کار ببرم بنابراین آره من دوتایی میشه commit مرتکب شدن committed فقط اینجا قرض این بود که توجه تو جلب کنم. اینم منطقیه که دوستان در سطوح مختلف زبانی الان دارن ما رو همراهی میکنن اگر احساس میکنی بعضی از واژه ها رو نمیدونی قدم اول میرم توی دیکشنری تلفظ واژه رو چک میکنم یادداشت میکنم بعد میارم توی جمله‌ای که توی دیکشنری می‌بینم بررسیش می‌کنم و سعی می‌کنم با این واژه جمله خودم رو بسازم همه این مراحل با طی بشه من فقط می‌خوام اول از همه تاکید کنم روی قسمت هایی که ممکنه شما رو به خطا بندازه چون هیچ فرمولی وجود نداره که من بهتون بگم که وقتی آخرش دبل اسه پس مثلا از این داستانا نداریم اینجا فقط تمرین و تمرین توی نوشتنتون توی رایتینگتون املاتون هم بهتر میشه بریم سراغ یه خطای دیگه که ممکنه گریبانگیر ما بشه مثلا سکسس ببینی این دفعه دیگه من دبل سی و دبل اس دارم روزس، اکسس، ادرس، اکامدیشن، هزاره، میلینیم سامت هایی که دوتا دوتا تکرار شدن از شوا نگذرید ممکنه گاهی وقتا کار دست ما بده یعنی من میدونم باید بذارم سپریت ولی شوا باعث میشه من شک کنم صدایی که میشنوم با چیزی که مینویسم ممکنه یه اختلالی به وجود بیاره همون لحظه ببینید یه حرف دیگه نمیزنی و نمرتو نمیگیری separate definite desperate temperature شوا رو میبینی حرفی که باید شد دقت میکنم که کار دستم نده سر امتان literature و کلماتی از این دست که توش شوا داره مصوبت شوا یه ایه برعکسه که اسمشو میذاریم شوا یه چیز خاصی نیست فقط میخوام دقت کنی که چجوری خونده میشه بارها اینا رو شنیدیم تمپرچر رو بارها شنیدیم نوشتنشه که توی این آزمون از شما میخواد این تیپ سوال هم سوالی نیست که توی دیگر آزمون های بینون مللی دیده باشیش تمرین میخواد آشنا بشی و سر امتحان پنیک نشی میدونی که ازت چی میخواد و براش آماده هستی گاهی وقتا پیش میاد که من پارت سپیچ یه واژه رو تغییر میدم و مقوله واژه یا اجزای کلام واژه سپلینگ واژه هم تغییر میکنه benefit beneficial influence influential قانونی وجود نداره که این صدای شال کیا اتفاق میفته باید تمرین داشته باشید ببینید من maintain دارم فعل pronounce دارم فعل اسمشون چی میشه maintenance pronunciation او یو U، argue حذف شده ای e. argument ای e حذف شده گاهی وقتا حروف به داد شما میرسه ولی اگر تعداد حرفا یکی باشه منو به خطا میندازه تمرین و تمرین به شما کمک میکنه که به درستی حدس کلمه در وهله اول بزنی و بتونی حروف رو تکمیل بکنی گاهی وقتا مثوت من و well. دو میشه سکسس سکسید مصوت دیگه دوتا شد پروسس بعضی وقت هم که سایلنته مثلا من میگم کاله